طالبان خانواده های دو فرمانده جبهه مقاومت ملی را از اندراب کوچ اجباری دادند. افزایش است های بازرسی در شهرهای کابل بلخ، موترها از سمنگان تا کابل 25 بار تلاشی می شوند. انا لله و انا الیه راجعون، خبری که همین اکنون به دست ما رسید. درود و سلام عزیزانی را که هم اکنون کانال ما را بیننده هستین. مشروع خبرها. طالبان خانواده های دو فرمانده جبهه مقاومت ملی را از اندراب کوچ اجباری دادند. منابع محلی در ولایت اندراب به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان اعضای خانواده دو فرمانده جبهه مقاومت ملی را از اندراب به گونه اجباری کوچ دادند. این منابع جمعه شب 30 مسعود به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان خانواده های مامور گل نورزاد، اندرابی و یعقوب علی خان را کوچ اجباری دادند و از خانواده هایشان به عنوان قرارگاه کار می گیرند. این منابع همچنان ادعا می کنند که طالبان از این قرارگاه ها به عنوان مکان آزار وضعیت مردم محل استفاده می کنند. گفتنی است که طالبان پیش از این نیز حدود 30 خانواده را از اندراب ولایت بغلان به شکل اجباری کوچ دادند. این در حالی است که طالبان گزارش رسانه ها در مورد نقض گسترده حقوق بشری از سوی این گروه را مغرضانه خوانده است، در حالی که از نظر حقوق بشر دوستانه بین المللی در شرایط جنگی حملات عمدی بر غیر نظامیان ممنوع است. همچنان این در حالی است که افغانستان انترنشنال در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد. منابع محلی در پنجشیر: طالبان همچنان از خانه های مردم به عنوان پایگاه نظامی استفاده می کنند. منابع محلی در ولایت پنجشیر به افغانستان انترنشنال می گویند که با گذشت 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه تا اکنون از خانه های مردم ملکی به عنوان پایگاه نظامی استفاده می کنند. با گفته یه منابع، این عمل طالبان باعث شده تا مردم محل زندگیشان را ترک کرده و به کوچ اجباری تن بدهند. در همین حال سارا احمدی در صفحه رسمی تویتر خود می نویسد: عبدالظاهر پسر مدیر امنیت ولسوالی بهارک تخار در حکومت پیشین را طالبان از مسیر خانهش بازداشت و به قرارگاهشان در این ولسوالی انتقال دادند و سپس شکنجه کردند. وی در زیر شکنجه طالبان جان باخته است. تشکر عزیزانی را که کانال ما را تا اکنون بیننده بودید. برای حمایت های بیشتر کانال ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید. اوقاتی خوش داشته باشید. درود دیگر بدرود.